چند سال پیش از لپتاپ برای انجام کارهای خیلی ساده و روزمره استفاده میکردیم تا لپتاپ‌های گیمینگ معرفی شدن و قضیه کلا متفاوت شد. سلام، من زیزی سلمی هستم و توی این ویدیو میخوام یه لپتاپ گیمینگ از گیگابایت رو بهتون معرفی کنم. همین الان توی کامنت‌ها بنویسید که آیا شما گیمرید یا نیستید. بریم سراغ ادامه داستان. G5 MD اسم مدل این لپتاپه که یه لپتاپ خیلی محکم و همچین چی میگن دل و جون داریه. وزنش حدوداً 2 کیلوگرمه که به عنوان یه لپتاپ گیمینگ نرماله. از نظر تعداد و تنوع پورت‌ها G5 MD واقعاً لپتاپ کاملیه. 3 تا پورت USB تایپ A از نسل‌های مختلف 2, 3.2 و 3.2 نسل 2 داره. یه پورت USB تایپ C هم داره. HDMI و پورت LAN و اسلات حافظه جانبی و کومبو جک و مینی دیسپلی 1.4 هم پورت های دیگه ای هستن که G5 MD تو خودش جا داده. یه وبکم با کیفیت HD هم مثل اکثر لپتاپ ها بالای نمایشگر قرار گرفته. یه کیبورد به نسبت با کیفیتی میشه گفت داره که زمانی که شما لپتاپ رو روشن میکنید LED های کیبورد روشن میشه که تقریبا 15 تا مود مختلف هم داره که میتونید هر کدومو که دوست دارید براش انتخاب بکنید. G5 MD برای پخش صدا از دو تا اسپیکر 2 وات استفاده کرده که بیشتر به نظر میرسه که فقط خواستن یه اسپیکر براش بذارن، چون واقعا روش نمیشه حساب بکنید. بریم سراغ بخش پردازنده. مغز متفکر G5 MD با 6 هسته و 12 نخ و حداکثر سرعت پردازش 4.5 گیگاهرتز و البته حافظه کش 12 مگابایتی به کاربر این اجازه رو میده که بدون هیچ افت کیفیتی به راحتی استریم کنه یا چند اپلیکیشن رو به صورت همزمان بتونه استفاده کنه. در کنار همچین پردازنده‌ای از 16 گیگ حافظه رم DDR3200 استفاده شده. البته این 16 گیگابایتی که گفتم مربوط میشه به این لپتاپی که دست منه و طبیعتاً با کانفیگ های مختلفی هست و تا 64 گیگابایت هم شما میتونید تهیه بکنید. کارت گرافیک که یکی از جذابترین بخش های G5 MD همین بخش کارت گرافیکشه. یه هیولا از انویدیا RTX 3050 Ti با 4 گیگ حافظه اختصاصی. یکی از امکاناتی که این کارت گرافیک ازش پشتیبانی میکنه قابلیت ری تریسینگ. این قابلیت میاد رفتار فیزیکی نور رو شبیه سازی میکنه تا رندر ریل تایم و با کیفیت سینمایی رو حتی در سنگین ترین بازی ها بتونه به کاربر بده. G5 MD به یه نمایشگر 15.6 اینچی با حاشیه باریک مجهز شده. این نمایشگر فول اچ دی از پنل IPS LCD استفاده میکنه و کاملا ضد تابش یا همون آنتی گلیر. اما برای اینکه یه گیمر بتونه تجربه بهتری از بازی ها داشته باشه، طبیعتا به نرخ تازه سازی بیشتری نیاز داره که این نمایشگر رفرش ریت 144 هرتز رو به شما میده. G5 از آخرین نسل سیستم خنک کننده یعنی ویند فورس استفاده کرده که نه تنها باعث میشه بتونید از 100% ظرفیت GPU و CPU لپتاپتون استفاده کنید، بلکه خیلی هم بی صدا و استیبله. به واسطه فنهایی که داره میتونه گرما رو به بیرون هدایت کنه و از طریق 3 تا خروجی که روی بدن لپتاپ تعبیه شده میتونه این کار رو انجام بده. این 3 تا دریچه باعث میشه که گردش هوا داخل لپتاپ به صورت خیلی موثری بتونه اتفاق بیفته و با جریان هوای مناسب لپتاپ خنک میشه. این نسخه که الان تو دست منه 512 گیگ حافظه داخلی داره، اما به لطف 2 تا اسلات M2 و یه اسلات 2.5 اینچی قابل تعویض که روی مادربرد دستگاه قرار گرفته شما میتونید حافظه داخلی دستگاه رو تا 6 ترابایت هم افزایش بدید. 5G به تکنولوژی وایفای 6 دو بانده دو کاناله و همچنین بلوتوث 5.2 مجهز شده. برای داشتن یه کانکشن استیبل و پرسرعت در هر زمان و مکانی فکر می‌کنم کافی باشه. باتری استفاده شده توی G5 MD یه باتری 48 واتی لیتیوم پلیمریه که به همراه یه آداپتور 150 واتی ارائه میشه. با توجه به میزان و نوع استفاده، مدت زمانی که میتونید از باتری استفاده کنید هم طبیعتاً متفاوته. در نهایت اگر که گیمر هستین یا با لپتاپتون کارهای گرافیکی انجام میدید، میتونید که G5 MD رو هم توی گزینه هاتون داشته باشید و لازمه که بگم این لپتاپ رو اگر بخواید تهیه بکنید گارانتی 2 ساله آواژنگ رو به همراه داره که این نکته مهمی حتما توی خریدتون در نظر بگیرید. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه بودید. اگر نظری دارید، کامنتی دارید، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.